سلام دوستای خوبم به کلاس درس امروز ما خوش اومدیم. بحث روش های حل مسئله در گراف ها رو ادامه میدیم. این بخش چهارم و بخش آخر از روش های حل مسئله در گراف است خب بیاین مستقیم بریم سراغ حل مثال که در ادامه جلسات قبلی میشه مثال شماره پنج. ببینیم مثال شماره پنج چی مثال پنج میگه ثابت کنید در هر گراف مینیمو دو راست با درجه مساوی داریم خب این مسئله چیز جالبی داره میگه دیگه میگه تو هر گراف دلخواهی مرتبش هم هر چی باشه مینیموم دو تا راست هستن که درجه هاشون با هم دیگه برابره خب ببینیم این مسئله رو از کدوم یکی از دو روش حل مسئله در گراف میتونیم حل کنیم خب اولین چیزی که به نظر میرسه اینه که ببینیم آیا میتونیم این مسئله رب بدیم به خواصی که قبلا اثبات کردیم راجع به گراف ها به نظر من که جواب این خیر هست ببینید شما هم موافق نیانم دلیل من اینه که تنها خاصیتی که ما داشتیم در مورد گراف ها که توش راجع به درجه روح صحبت میکردیم اونی بود که میگفت مجموع درجات رؤوس در یک گراف برابر دو برابر اندازشه ولی اون که اینجا به کار ما نمیاد چون اون داره در مورد جمع کل درجات کل روز استفاده میکنه و خیلی به طور خاص راجع به درجه هر صحبت نمیکنه خاصیت دیگه هم نداریم که به طور خاص راجع به درجات روز صحبت کنیم پس احتمال میدیم که از روش خواص اثبات شده نمیتونیم این مسئله رو حل کنیم پس بیریم به توانایی های پایه ایمون برمیگردیم توانایی که توی ریاضی داریم در مورد استدرار و استقرا و برهان خرف و به این ترتیب ببینیم از اون طریق میتونیم حل کنیم یا نه خب یه مثلا اینجا خلاصه برخودمون خودمون بنویسیم میگه یه گراف داریم مثلا از مرتبه پی یه در... گراف دل داریم حالا میخوایم راجع به درجات رؤوس این گراف صحبت بکنیم و ببینیم که چرا الزامن مینیموم دو تا راست درجاتشون با هم دیگه مساویه خب بیایم از کجا شروع کنیم مثلا از اینجا شروع کنیم که ببینیم درجات رؤوس توی یه گراف از مرتبه P چی میتونه باشه مثلا میتونه گفتیم که دو حالت سر اینه که یه گراف یه رأس به رأسی وصل نباشه یعنی درجه صفر باشه بعد میتونه هر چیزی باشه و حالت پرپرش هم اینه که اون رأس به تمام روس دیگه وصل باشه یعنی درجهش باشه پی منهای یک این درجات ممکنی بود که یه رأس تو گرافی از مرتبه پی میتونه به خودش اختصاص بده خب این چند تا حالت متفاوته بیایم بشماریم از صفر تا پی منها یک قبول داریم پی تا درجه مختلفه پس پی تا درجه مختلف داریم که این پی راست میتونن به خودشون بگیرن تا اینجا که مشکلی نیست یعنی پیتا تا درجه مختلف داریم پی تا هم راست داریم ممکنه هر کدوم از این راست یه درجه متمایزی داشته باشن و مشکلی هم پیش نیاد دیگه پس چرا الزام هم باید مینیموم دو راست با درجه مساوی باشن وقتی به اینجا رسیدین بیاین از روش برهان خلف استفاده کنیم یعنی چی اگه یادتون باشه روش برهان خلف این هست که ما یه حکمی رو که میخوایم اثبات کنیم فرض میکنیم که برعکسش برقرار باشه ببینیم به مشکل برمیخوریم یا نه اگه به مشکل برخوردیم به تناقض برخوردیم ثابت میکنیم که همون حکم مسئله درست است پس برهان خلف میاد فرض میکنه درجه تمام رؤوس فرض کنید متمایز باشه ببینیم مشکلی پیش میاد یا نه متمایز یعنی چی مثلا اگه یه گرافی داریم به طور مثال یه سری رأس داره همینطوری تا مثلا رأس آخرش فرض کنید که هر کدوم از این رأس ها یه درجه متمایز دارن شروع میکنیم از این رأس اینجا این مثلا درجه سفره این مثلا یکه این دو این سه تا آخرین رأس یعنی رأس پیوم درجهش از پی ها یک درسته دیگه پی تا عدد داریم به پی تا رأس اختصاص داریم خب این چه مشکلی ممکنه ایجاد کنه چه تناقضی ممکنه برای ما ایجاد کنه بیایم مثلا همینجوری شهودی یه چکی بکنیم سری ببینید این که مثلا درجهش پی که قرار رسی باشه که به تمام رؤوس دیگه متصله درسته برای همین درجه شده پی های یک دیگه چون به پی های یک رس دیگه متصله. و به همین ترتیب به تمام رأسه که اینجا هستن هم متصل خب همینجا میبینید که این تناقض به وجود آورد چون که این رس قرار بود درجهش صفر باشه دیگه پس چجوری به این متصل شد یعنی به بیان دیگه این دو رأس با هم دیگه در تناقضن نمیشه درجه یکی پی یک باشه یعنی به تمام روس وصل باشه ولی درجه این صفر باشه یعنی به هیچی چی وصل نباشه خب اینم هم جز همون تمام روس دیگه پس نمیشه پس همینجا ما به یه تناقض خوردیم نمیشه که این پی درجه مختلف رو به همه رأس ها اختصاص بدیم حتما باید دو تا از این رأس ها درجه مساوی داشته باشن پس چون این فرض ما به تناقض خورد پس فرض خود مسئله از طریق برهان خلف ثابت میشه خب امیدوارم از این چهار جلسه اخیر کلا یه شهودی پیدا کرده باشیم که وقتی یه مسئله رو تو مبحث گراف ها ما میبینیم از چه طریقی میتونیم بهش نزدیک بشیم و ببینیم که چه جوری میشه اون مسئله رو حل از کدوم یکی از دو یاد گرفتیم خب تو جلسه های بعدی مبحث گراف ها رو با هم دیگه ادامه میدیم تو کلاس درس بعدی میبینند.